سرخط خبرها و مهمترین ها. کانادا حضور نیافتن چهره های مستقل از طالبان در نشست دوحه را ناامید کننده خوان. یک مرکز پژوهشی هندی: طالبان برای مبارزه با تروریسم یا ناتوان است یا بی‌میل است. رئیس سابق انسجام مساجد افغانستان علیه طالبان فدوای جهاد داد. و همچنان در پایان، آخرین سرباز ملت از نفس افتاد. مشروع خبرها. وزارت خارجه کانادا روز یکشنبه در بیانیه غیبت نمایندگان زنان اقلیت‌های مذهبی قومی و فعالان حقوق بشری افغان در نشست اصلی دوحه را به شدت ناامید کننده خواند. این وزارت گفت بدون مشارکت معنادار و برابر زنان افغان در نشست دوحه هیچ یک از اهداف این نشست محقق نخواهد شد. وزارت خارجه کانادا نارضایتی عمیق خود را از سازمان ملل به علت راه ندادن چهره های مستقل از طالبان به نشست اصلی دوحه ابراز کرد و گفت که اعتراضش را این هفته با سازمان ملل در میان گذاشت. کانادا مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در نشست دوحه را یک اصل اساسی برای آجندای زنان، صلح و امنیت دانست و شرط دستیابی به افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و فراگیر را نیز منوط به مشارکت زنان دانست. کانادا مانند امریکا برغم انتقاد از ترکیب شرکت کنندگان نشست نمایندگی به دوحه فرستاد. وزارت خارجه کانادا گفت که با جامعه مدنی افغانستان، گروه‌های حقوق بشری و زنان مشورت کرد تا نگرانی‌های آنها را بشنود. این وزارت گفت که دیوید اسپرول نماینده کانادا در نشست دوحه پیام‌های کسانی که در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان صحبت کردند و در جلسات اصلی دعوت نشدند استفاده خواهد کرد. یکی از خواسته های کانادا از سازمان ملل در نشست دوحه تعیین یک نماینده ویژه است که در زمان مناسب تعیین شود و تخصص قوی در زمینه حقوق بشر و مسائل جنسیتی داشته باشد. یک مرکز پژوهشی هندی: طالبان برای مبارزه با تروریسم یا ناتوان است یا بی‌میل است. بنیاد تحقیقاتی ابزرور میگوید بی‌میلی یا ناتوانی طالبان در مقابله با گروه‌های تروریستی در افغانستان منجر به افزایش تعامل جامعه جهانی برای جلوگیری از بی‌ثباتی شده است. این بنیاد گفته طالبان نتوانسته نگرانی امنیتی کشورهای جهان را رفع کند. در تحلیل که روز یکشنبه در وبسایت بنیاد تحقیقاتی ابزرور منتشر شده، نگرانی روسیه، چین، پاکستان و هند برجسته شده است. طبق این تحلیل، بی‌میلی یا ناتوانی طالبان در مقابله با گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان اکنون به همکاری نزدیکتر هند و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم منجر شده است. همچنین گفته شده که طالبان نتوانسته نگرانی‌های چین در مورد حضور حزب اسلامی ترکستان یا حملات بی‌وقفه تحریک طالبان پاکستان در پاکستان را برطرف کند. بنیاد تحقیقاتی میگوید در حالی که در ماه‌های اولیه روسیه از تلاش‌های طالبان برای مقابله با داعش خراسان قدردانی کرد، اما تأکید کرد که این گروه باید کارهای بیشتر انجام دهد. جبهه مقاومت ولی کوگدای را فرمانده نیروهای مقاومت در نهرین تعیین کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که ولید کوگدای را به جای عبدالصمد کوگدای بینان فرمانده نیروهای این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان تعیین کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه نهم سرطان با نشر خبرنامه این موضوع را نوشته است. این جبهه افزوده است این گزینش به هدف رسیدگی به اولویت و وظیفه شرعی، میهنی و اخلاقی مردم ما در امر مبارزه و دفاع مشروع از عزت صورت گرفته است. نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان حوالی ساعت 3 بامداد روز گذشته پس از آن آغاز شده بود که اعضای جبهه مقاومت برای انجام یک عملیات در خانه مستقر شده بودند. در این نبرد عبدالصمد کوگدای فرمانده خیرالله، یک عضو دیگر جبهه مقاومت و یک نیروی استخبارات طالبان کشته شدند. نشست سوم دوحه و نگرانی های مردم افغانستان. مشروعیت بخشی به یک گروه تروریستی: دعوت از طالبان به این نشست بدون حضور زنان و سایر نمایندگان و گروه های سیاسی افغانستان به نوع مشروعیت بخشی به این گروه تروریستی تلقی می شود. طالبان که بسیار از مقامات آن تحت تحریم های بین المللی قرار دارند و به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر شناخته می شوند، از طریق نشست می توانند به نام مشروعیت سیاسی دست یابند. در حالی است که سایر گروه های سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان که ممکن است دیدگاه ها و نگرانی های متفاوت داشته باشند به حاشیه رانده شدند. این نشست که در ادامه نشست های گذشته برگزار می گردد گویا ابتکاری است که به منظور طالبشویی و تدهیر آن برنامه ریزی می کردند. طالبشویی ممکن است به صورت تاکتیکی برخی از کارکردها را برای قدرت های بزرگ سازمان ملل داشته باشد، ولی به دلیل ماهیت این گروه و همچنین کارنامه عملی آن باید از آن کرد که هیچ کسی در برابر خطرات رزم از مسئولیت برخوردار نیست. این قاعده استثناء بردار هم نیست، ممکن است دیر یا زود داشته باشد، ولی یک امر حتمی است.
قدرت افزایی طالبان برای کنترل بیشتر. طالبان با مدرک کردن شرطهای متعدد برای شرکت در این نشست تلاش میکنند تا کنترل بیشتر بر روند مذاکرات و تصمیم گیری ها داشته باشد. این شرطها ممکن است شامل موارد مانند لغو تحریم ها بر رسم شناختن حکومت آنها، عدم پرداختن به تغییر پلیسی طالبان درباره تحصیل زنان و دسترسی به منابع مالی بین المللی باشد. پذیرش این شروط از سوی جامعه بین المللی می تواند به تقویت موقعیت طالبان و تثبیت حکومت آنها منجر شود، بدون اینکه تغییر اساسی در رفتار و سیاست های سرکوبگرانه آنها ایجاد شود. این نوع مواجهه جهان و جمله سازمان ملل با طالبان نوع عریضه برخورد و ارزش های بین المللی و تندیهی به تاوان است که دیر یا زود دامنگیر آنها خواهد شد. سازمان ملل عملا با پذیرش شرایط طالبان قبل از هر چیز از مواد قطعنامه خود عدول کرده و هیچگاه مسائل اصلی که قرار بود به آن بپردازد جز آژندا نیست. تعیین نماینده ویژه و غیره مسائلی است که باید در آن جدا قرار می گرفت. دفاع از زنان و حقوق بشر جز وظایفی است که مطابق منشور ملل متحد موظف است برای تحقق آن اقدام کند. سازمان ملل وظایف اصلی خود را از یاد برده و اقدام به برخوردهای تاکتیکی برای طالب‌جویی می کند. احمد زدایی از مطالبات مردم افغانستان. عدم حضور زنان، جامعه مدنی، سیاسیون و نمایندگان واقعی مردم افغانستان، خصوصا نسل جدید که از اعتماد مردم برخوردارند، در این نشست باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مشروعیت لازم برخوردار نباشد. نمایندگان جامعه مدنی، گروه های اقلیتی و سایر نیروهای سیاسی که دیدگاه ها و نیازهای متفاوت دارند باید در چنین نشست های حضور داشته باشند تا تصمیمات اتخاذ شده بتواند پاسخگوی نیازها و مطالبات واقعی مردم افغانستان باشد. غیبت این نمایندگان باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده به نفع گروه خاص طالبان باشد و نیازهای سایر اقشار جامعه نادیده گرفته شود. برگزاری چنین نشست در غیبت نمایندگان واقعی مردم بسان یک معمای لاین هایل می باشد، که زیرا اگر به قرار بر حل مسائل افغانستان است، این امر زمان امکان پذیر است که نمایندگان مردم در آن حضور داشته باشد. اگر قرار بر توجیه وضعیت فعلی و سفید نمایی طالبان است، نیاز به این همه هزینه و فرصت سوزی نیست. شاید بتوان گفت که مهمترین پیام این نوع نشست این است که برای سازمان ملل مطالبات زنان و مردم افغانستان در اولویت قرار ندارد و این سازمان مثل یک کشور و یا یک سازمان استخباراتی تمایل به تعامل با طالبان آن هم برای تعقیب منافع موقتیشان. ممتنع ساختن از صلح و ثبات در افغانستان این روی کرد، یعنی مذاکره و گفتگوی تنها با طالبان، می تواند پیامدهای منفی جدی برای فرایند صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد. اساس این نوع برخورد به معنای ممتنع کردن صلح پایدار در افغانستان است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشد.